به نام خداوند لوح و قلم حقیقت نگار وجود و عدم خداوندی که داننده ای راز هاست نخستین سرآغاز آغاز هاست با عرض سلام احترام خدمت تمام شما بزرگوارا تشکر از تشریف تان زنده باشین هرچند ما که میبینم شکر مردم ما و شما بینیازی از آموختن و علم است چیزی که هیچ دغدغه ما نیست هیچ وقت نه میکنیم نه داریم نه خفه میشیم که چرا بر ما سیمینار نیست آموزش نیست برنامه علمی نیست برنامه مستند نیست چرا زمینه یادگیری ما فراهم نیست شکر که از بی نیاز هستیم ولی بر صورت در امت شرایط که شما اوصله میکنین و میاین یگام چیز میشنوین خانه تان آباد و جا داره که ما از استادای قهرمان از استادایی که واقعا ما با وجودشان افتخار میکنم و ازشان بسیار زیاد می آموزم معمیالی که بس دکتر صاحب امید خلاص شد ما به پای ساده شدم برش چک چک کردم بر ما یک پانتون تیبی را داره من خودم فارغ رشته تب استم ولی که از دکتر صاحب امید یاد میگیرم من در جریان درسی خود یاد نگرفته بودم اما تو از کل از باید. استاد آباد استاد زکریای بارگزای چقدر خوب موضوعات را تشریح میکنن یک دانشمند هستند هم روانشناس هستن هم مستریشون در جامعه شناسی است و دعا میکنیم که بخیر دکترا و فوق دکترای خودم بگیرن دکتر صاحب تمیم متخصص داخله چقدر خوب تشریح کردن استاد عباس محمدی که در مورد اخلاقی زیستن صحبت میکنه که آدم واقعا یعنی که استاد میگیم، مال خود رواج شده ما و شما هر کس استاد میگیم در دکاندارم که پیش دکاندارم میریم می میگم استاد برین چند است ولی کسی که واقعا استاد از دم بین ما استاد عباس محمدی است اینا قاری هستند صرف نحو خواندن فقه خواندن ادبیات خواندن و فعلا هم دوری ماستری شان است که ماستری شان فهم ادبیات است یا در ادبیات مستری میخوانند، با وجودشان افتخار میکنیم. صدها کتاب می و می نتیجه میگن. اگر کس دیگه نفهمید قدرتان پیش ماست. ما از های زندگی ما از دکتر سایب علی پرویز که مدیریت میکنه برنامه را پیش میبره و از شما بزرگوارام که لطف میکنین می ما را مدیون خود میسازین که زمینه گفت و گفت ولی یادتان باشه کدام روز شما نامدین ما به تنهایی همی سیستم ها پیش میبرم خاطر مثل مثلا خالگه کستم من یا خاله میگه داروسی این میدان رقص گد شده بود اه رقص میکرد دخترای جوان خوشان بیخی تنگ شد دیگه خوچه رفتن مثل اینجا کل محل نوبت سخندانی مبرسه بیتاقت میباشیم کجا دخترای جوان منتظر رقص خود بودن هیچ خاله نمیشیش آخر یک شب دست شگرم گفت خاله جان یه بیشی از تو کس گله نمیکنه گفت ما به خدای میکنم حالی <laughs> <laughs> شما بیاین یا نبیاین ما تنوم هم بونم همین چون به این نتیجه رسیدیم کی وطن ضرورت داره ما به تنهایی میایم اینم اینجا هیچ کس نباشه یک دو تا دوست و سنفی و رفیق خودم اینجا بزرگ میشن میگم مجبور هستیم گوش کنیم گفت <laughs> ما و ویدیو میگیرم نشر میکنم میشه یک روزی افغان فکر کنن که نه ما هم مثل دیگه مردم با آموزش نیاز داریم و شاید بیشتر از دیگران نیاز داریم و بگیرن بشنون و یاد بگیرن ولی این قافله را تا زنده هستم توقف نمیتون به هر صورت دوستای نازنینم بحث ما در مورد استراب بود در افتی قبلی با انواع استراب آشنا شدیم در این برنامه سر علل استراب صحبت میکنیم هرچند باز متاسفانه بر ما وقت کم مانده شاید دو یا سه برنامه وقت بگیره ولی وقتی ما سر علل صحبت میکنم تنها علل نیست یعنی از این برنامه راه های علام تقریبا داریم وقتی علل صحبت میکنیم میگیم این علت باعث مثلا روشنی این لایت باعث روشنی شده خو اگه میخوای روشنی دیگه نباشه لایت خاموش کو روشنی از بین میره اما تو اگه میگی منی لایت بایس استراب میشه رای حل شو میست که تو همین لایت که بشناسی از بین ببری استراب تو که از سرش با وجود اومده خاموش میشه اما پیش از ای که ما لال استراب بگیم داستان تصویر آرامش بر شما میگم یک پادشاه اعلان کرد گفت هر کس از نقاش های کشور ما بتونه آرامش خوبترین تصویرش جور کنه نقاشی آرامش کنه ما برش یک جایزه فوق العاده چیزی که نقاشا در کشور بود شروع کردن یک نفر یک گل گلاب مقبول یکی برگی که شب نمی گلی است یکی پرنده در شاخه یکی مثلا ساحل یکی کودکای در حال بازی را رسم کرد میبینید کلش تصاویر مقبول مقبول است یکی نوبهارانه یکی آفتاب در حال طلوع یکی آفتاب در حال غروب خلاصتا تصاویر بسیار زیاد رسم شد اما در نهایت هر چیز دیگه فاینال میره دیگه دو تصویر در فاینال برآمد از بین کل تصاویر دو تصویرم فاینال ساختن کدام دو تصویره. اولی تصویر دریاچه آرامی بود که کوههای عظیم و واسمان آبی را در خود منعکس ساخته بود شای نقاش دریاچه رسم کرده بود او در او دریاچه عکس کوه و آفتاب و آسمان معلوم میشد و در جای جایش ابرهای کوچک و سفید دیده می شد و اگر دقیق نگاه می کردیم یک در یک گوشش یک خانه بود که در این خانه بخاری بود از بخاری دود می برامد یعنی فصل خزان و زمستان مثل ما و شما بود که امروز باید تاریخ بگیم تاریخ 1400 دای ابدس یعنی ابدی جدی 1400 است این یک تصویری کشیده بود که حتما دیگه خوش شما آمد چی خوب تصویر کشیده واقعا نمیادم و تصویر دوم چی بود فاینالیست دوم کی بود کوههای بسیار اقوط تو کلان و خطرناک مثل کوههای اون دوکش پر از ابر و پر از رعد و برق و ابرای بسیار سیا و یک اقابم در امو کو نشسته بود برای کلی که سوال پیدا شد وزیر و قصر نشینا و خدمتگارا گفتن پادشاه سایب این تصویر اول سعی که در فاینل آمد اما این تصویر دوم هیچ از دیدن نیست این دیگه چرا فاینل شده پاچا گفت برای کی فاینل است نیست نهایی برندام است گفت چرا برنده است گفت آرامش چیزی نیست کوره تو دلب دریا و در شکم سیر و در آرامی شرایط پیدا کنی آرامش در وجود از این است که در شرایط بسیار سرد و خطرناک در قله کوهای سر در ابرهای سیاه در رعد و برق آسمان چطور با متانت نشسته گفت ای برنده و وقتی ما از آرامش صحبت میکنیم دوستان نازنین این معنا را که ما برای شما کل زندگی را فراهم بسازیم ما نشته میکنیم سیمینار رای حل تشویش او نشته میکنه پیسه میتنده ای سیمینار نان چاش آمست؟ نه ما پول نمیتیم نداریم ما خود ما پول نداریم و فقر شما میبینیم سیستم پیش میبریم ولی ما مثل تو فقیر هستم ولی آرام هستم و تنها پول معنای آرامی نیست در ترین کشورها کسایی هستند با تمام امکانات مادی ولی شدیدا مسترب قبول که وسایل یک اسبابی برای آرامش فراهم میکنه اما به هیچ عنوان کافی بوده نمیتونه علت بوده میتونه وسایل ولی کافی بوده نمیتونه بناهن شما آرامش وقتی صحبت میکنین از این استادای بزرگوار که در این شرایطی که مردم از ناامیدی صحبت میکنه اما این بزرگوارا میان پیش شما استاده میشن سر موضوعات علمی صحبت میکنن این آرامش است شهر کل ما در یک شهر زندگی می کنیم زمستان سر سر کل ماست زندگی های کل ما و شما تقریبا با هم مساوی است تنها اینجا چند تا قماندان زاده اگر پول کافی داشتن کل ما و شما روز مز دستیم روز کار می کنیم شام میخوریم. خوریم ولی آرامش در وجودشان می بینیم بنوان اگر ما وقتی میخوایم آرام باشیم معنای از این نیست که ادا کنیم که بیاین کل چیز دکتر سه وقت تو آرامش میگه خیر زمینی کار فرام که ماش بتیم ما را پول بتیم ما پا را پانتون بتیم نخ دست کنترول من است هیچ کاش ده کنترول من می بود قصر از طرف ما برتان زیر پایتان باید قالین فرش می بود شما که تیر سرتان گل برگ گل گلاب هم انداختن های آخرین مدل سال برتان می بود شما را ماهی یک بار چکر می بردن در برج خلیفه یک چای میدادند که از بالای عبراس های اینا در کنترول من نیست ولی چیزی که در کنترول من بر تو پیام الهی را رسانده میتونم که خوارم برادرم وقتی توکل داشته باشی در سختترین شرایط در دشتای سوزان در زمستانهای سرد هنوز میتونی با یک قلب پرقوت آرام زندگی